بزرگترین مبارزه امروز در صفحات مجازی خصوصا یا در دنیای حقیقی ای هستند که بچه هزاره اگر عرق میزنید به نفع خودتان، به سرزمین خودتان، به منافع ملتتان باشد. ما دیدیم، ما بسیار روزهای را تجربه کردیم، بسیار برادری کردیم، برادری سر جایش و عرق ریختنتان، تلاشتان، زحمتتان اگر به نفع خودتان نباشد، در سرزمین خودتان نباشد، به نفع ملتتان نباشد، خدای نخواسته خدای نخواسته فردا پشیمان میشه. امروز صدایی را که قماندان بابا قلندر بلند کرده، مبارزه ای را که ببر هندوکش میکند، وکیل بچه میکند یا چلبچه های قومای با عزت سمت شمال ما میکنند، بزرگترین و با افتخارترین مبارزه است. ما نیاز به ازی داریم که گلهای گمشده خود را متوجه باشیم و جمع بسازیم و به همدیگر خود متوجه بکنیم که ما تا تو نشویم، تو تا ما نشویم، به گفته قماندان سپه قلندر که دیگر کسی به ما نمیشه. اساسی ترین مبارزه امروز قوم محترم تاجیک با عزت باشند، سربلند باشد، ما با قوم کار نداریم، ولی کسانی که از آدرس قوم محترم تاجیک می تخت و تاز میکنند، اینها متوجه شدند 7 میلیون هزاره ای که در کنار از اینا بودند، تاج سر از اینا بودند و در مسئله در قبل در جلسه بن اینا را نادیده گرفتن و سالهای سال اینها را نادیده گرفته بودند. امروز متوجه شدن که اینها یک بدنی بزرگ از بطن تاجیک ها جدا شدن و جدا میشن، حال فهمیدن، احساس جزئی کردن و متوجه شدن حال دیگه به دو و به فاشی و به توهین و به زنا کشتن. بزرگ های زنا، قلم بدیست های زنا، ای چند دانا دوست ها و عزیزایی که هستن سندن خورد هستن، تجربتن کوچیک هستن، ما به زنا احترام داریم، کار نداریم، دو هم زدن خیر است. ولی کسانی متوجه شدن که خود را رهبر میکن، کسانی متوجه شدن که خود ماندگار شهدای خود میگن، از آدرس احمد مسعود، از آدرس رهبران تاجیک متوجه که امروز 7 میلیون انسانی که دیروز هویت تاجیکی داشتن و امروز آمدن به اصل و اصلیت خود برگشتن، احساس تنهایی کردن و با دو با فاشی با پیسه خرج کردن در دنیای مجازی که باید شما اینا رو دو بزنید، توهین کنید، فاشی کنید که اینا احساساتی شوند یا خدای نخواسته بعضی گپای دیگه هم. دوستان در نظر من رپورت میخوره که خواهشان یک لایک بکنید، سفر سفر تکان میخوره. پاندای عزیز بفرمایید. پاندای سیان سلام در قومای عزیز و دیگر دوستا و تشکر میکنم از قره عزیز که نوبت خود در ما داد، خودشم صحبت نکرد و بخشش باشه، ما بسیار کم کوتاه صحبت میکنم. بی بی امان جان، یک دفعه امزی قوما سوال نکردی که چرا شما تمام جرم جنایت پشتون مثلا طالب میتین؟ سوال نکردی. ما به این دلیل، ما خودم شخصا تمام جرم جنایت طالب به پشتون رفت میتوم که زمانی در اروزگان بچه هزاره سر بریده میشه توسط افغان، ولی در اون طالب ها یک شایعه را به نام خانم نیکبخت پخش میکنه و این مردمی که در اروپا است حقیقت را میذاره، میای دنبال توطیه طالب میچسبه و فوت عکسای را هنوز جور کردن به شکل او خانم که گویا این خانم اینا 25 سال پیش چه قواره خوب داشته، چه مقبول بوده. اینجاست که ما میگم اینا کدونا شریک هسته، یک اینا نیامد صدای خانه نکشید و ایر کی بزرگ کرد؟ همی مردمی پشتون، همی مردمی که در اروپا بود ایر بزرگ کرد، همی خانم نیکبخته. و اونجا چی پوشیده شد؟ حقیقت پوشانیده شد، گپا اینا آمد بالا و شما میگین ایر ربط ندین. برین در یک دانه ویدیو در یوتیوب هست از پشتون ها از این طالبا که در پنشیر رفته و پنشیر گرفته. ما به خاطر پنشیر ها نمیگم، به خاطر قومایی که در دره پنشیر زندگی میکنه، به خاطر از این حرف یاد میکنم. و در اونجا در آهنگ اتنگ خموگه داده دی پختنو دی بیرق دی در پنشیر. برین در یوتیوب، ای حرف ما نیست، در یوتیوب برید گوش کنید، ویدیویش هست، اتنگش هست. با شما میگین امروز ربط نتین در پشتونا. همین پشتونایی که امروز در شبکه مجازی عکسای زنای ما تو رفتم پیدا کردم، اون خانما خانمای مراکش هستن،
که از روسیه هسته او را گرفته فتوشاپ کرده و پخش کرده. بیبی به خاطر سرنگونی من و تو ما هزار جبه ضرر میبینیم و دو تاشان من در تیک تاک گپ میزنه که اره او تو یا او تو. همین مسئله خانم نکبخت کی بزرگ کرد؟ همین مردمی که در اروپا بود بزرگ کرد دیگه، کدام کسی دیگه خود بزرگ نکرد. اینا چرا بیجا قضاوت میکنه؟ و او دو نفره که در اروزگان گردناش بریده شد، اونا ازره نبود، اونا آدم نبود، چی نبود که اینا صدایشون نکشید؟ پس لطفا از طالب، از گروه طالب و کسایی که در اینجا می حمایت میکنه پشتوانی نکمان جان، صدقه چاهم حقیقت اگه میخوای باید 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 من نظر خود بگم، نظر خود بگم، هیچ وقت آدم باید به خود حق نده که تو مرا نصیحت کنی یا ما تو رو نصیحت کنی. نه نصیحت نیست، بچه قوم مفکوری تو سری عکس است، مفکوری تو سری عکس است، سری عکس گپ میزنی، سر از این گپا گپ میزنی، مفکوری ما بزرگتر از باست. ما کسی هستم که در افغانستان با تمام اقوام افغانستان زندگی کردیم، کسی هستم که امروز از مشکلات حساسی افغانستان اطلاعات دارم، خبر دارم. پیشترم گفتم تمام دنیا، جهان، همسایه ها کلگی به این نتیجه رسیدن اگر افغانستان درست شود خود مردم افغانستان درست کنند، اگر با ایران شوند خود مردم افغانستان با ایران کنند. پس بناهن دنیا و جهان به ازی رسیدن، تمام ملت ها، تمام مردم افغانستان باید غیرت کنند و یک روز هم که در تاریخ شده شهامت کنند، بیاین همدیگر خود در کنار خود بگیرن، مسئله افغانستان به قول استادش رهبرش خود مردم افغانستان میتونه حل کنه. بعد از 30 سال بعد دنیا به این نتیجه رسید که گپ استاد مزاری را باید قبول کنند. بعد از 30 سال بعد دنیا به این نتیجه رسیدن که باید تمام افغانها گپ استاد مزاری رحمت الله علیه باید قبول کنند. استاد مزاری در 30 سال قبل گفته بود که مسئله افغانستان، آبادی و عزت و شرف تمام افغانستان ما خود افغانها میتونیم در درون خود حل کنیم. امروز طالبیتم به این حرفی استاد شهید محتاج است، بزرگای دیگر اقوام هم به می حرف اوسان شد محتاج است، دنیا هم به می حرف محتاج است. من میگم پشتونی که از تروریست حمایت نمیکنه تاج سریم است، برادریم است. تاجیکی که از پلانای شومی یا گپای چرند و پرندی هایی که دور هستند تاج سریم هستند، برادریم هستند. ازبک ها برادریم هستند، گولی ما هستند، همرسم ما هستند. تمام اقوام افغانستان برادر بودیم، برادر هستیم. این مفکوره ماست. به نظر خودت، به مفکوره خودت که سر عکس و سر از اینا گپ زدی، ما به خودت حق میتونم اینا نکنن، همین کارا نکنن، و این مفکوره تو هست. تشکر، سلامت و بخیر. صدای امیدوار بود. اما امان برار بسیار زیاد معذرت میخوایم، از کلگی معذرت میخوایم. فقط میکنم ما پوین مرمی یک کلمه پیشار بفرمایید. صدای اروزگان امانی عزیز، ما بسیار معذرت میخوایم، صدای اروزگان برار از همگی معذرت میخوایم، فقط یک دقیقه و از حضورتان مرخص میشیم. امان برار به خاطر که کار دارم، مصروف هستم، باید برم. خطاب با اجازهتان، بسیار زیاد معذرت میخوایم، خطاب به تمام دخترها و بچه های نسل امروز هزاره، نسل جوان، نسل کتابخوان، نسل تاریخان، نسل جامعه شناس، نسل که درک کرده فهم داره، خطاب به تمام اینا. ما امروز بیشتر از هر زمانی، بیشتر از هر زمانی امروز به وجود یکدیگه خود نیازمند هستیم. امانی عزیز، ما باید مرزگشایی بکنیم، از شمال به جنوب و از جنوب به غرب، نقاط اتصالی میان هزاره ها را هموار بسازیم. این راه را ما باید با تمام برادرای خود وصل شویم و زمینه را قسمی فراهم بسازیم در افغانستان، در جامعه که 40 میلیون انسان زیست میکنه، زمینه را قسمی فراهم بسازیم که 40 میلیون انسان بتوانه زیر یک چتر مثل برادر یک زندگی خردمندانه داشته باشه. امانی عزیز، این دیدگاه من یک بچه هزار است، نه به فکر حذف کدام قومی در افغانستان هستم، نه به فکر نابودی کدام قومی. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم سلام وایس عزیز، برادر عزیزم، صدقت چوم یک گپ ما اشاره کنم به گپای خودت. هر دختر و بچه هزاره که در زیر لایف هست، حساسی ترین مبارزه شما اگر میخواین موکر درد سرایتون کم شوه، همی تخت و تاز و هر کسی دیگه کار گپ میزنه، هر صحبتی که میکنن اینها را از خود دور کنین. اساسی ترین مبارزه، اساسی ترین مبارزه اینمی گپی وایس است که آله گفت و ای کارهای بابا قلندر است و همرزمان بابا قلندر هستم.
ما و شما باید تلاش کنیم و کوشش کنیم که تمام کارهایی که دیگر کی چی گفت، چی نگفت، چطور شد، فلان شد، بسمران شد، اینها را بگذاریم و کسای دیگر خودشان میفهمند، اولش خود. شما باید تلاش کنیم، کوشش کنیم که وحدت قومی خود و مبارزه بر حق که سالهای قبل باید میکردن امروز آغاز شده، از این تعقیب کنین و دنبال روی از این باشه. هر کس میگه کار بسپار به اهل کار، یک مثال است، نه؟ هر کس باید میفهمه وظیفهش و کارش. صدای اروزگان مهربانی کنیم، بیار بفرمایید. درود امان نازنین بابا قلندر هزارستان 24 نازنین، دوستایی که پایین شنونده صحبت های مثلا عرض و احترامات دارم، دوستای نازنین امان نازنین از شروع لایف شنونده صحبت های خودت بودم، از بقیه دوستا هم قسم پایین لایف دوست داشتم شنونده باشم، هیچ بالا حضور پیدا نکنم. تنها دلیلی که احساس کردم بالا بیایم حضور یکی دو شخصی بود که خواستم بیایم در بالا هم، به قول ایرانیا بعض وقتا میگه دست پیش میگیره که پس نیفتی، نه همیشه وقت دارم چند وقت بود که کلمه مسکین و بیچاره و مظلوم را بر ما تلقین میکردن، خواستم که بالا بیایم همین معنی مسکین و مظلوم را یک بار به اونا وضاحت بدم که معنی مسکین و مظلوم و بیچاره و درمانده و عقب مانده ما کیا را در افغانستان میگیم. خب این بماند سر جاش، قبل از یک سر از این بیم بچه های آتی نازنین، امی هر کسی که در هر رومی که شما حضور پیدا میکنین به عنوان یک هزاره، اگر تحمل شنیدن دیدگاه نظر مخالفتان را ندارین، اگر قرار نیست که دو دقیقه صبر و حوصله و شکیبایی داشته باشین، اگر به عنوان یک هزاره با سخن برنده، با سخن رضا، با جواب منطقی جوابش را دادن نتونی، امی که مایکت را باز بکنی، از آل تناسلیت استفاده کنی، به نظر ما فکر میکنم تو نه به درد هزاره میخوری و نه به درد هیچ کس دیگه میخوری، نه باید سر تور هزاره هیچ حساب کرد. ما ازت خواهش میکنم که هیچ بالا نبیا و به نمایندگی حتی از انسان خودت، از خانواده خودت هم صحبت نکو. اگر قرار بود با دشنام، با فحاشی کس جایی را میگرفت، من فکر نمیکنم شما از نستوی نادری کرده برنده تر سخن بگوین، هیچ کدامتون فکر نمیکنم، ولی نستوی نادری با فحاشیایی که کرد، با ویدیوهایی که از خود به جا گذاشت، امروز جایگاهش را در میان قوم خودش و در میان بقیه اقوام شما یک دو بار مشاهده بکنین، هیچ گونه جایگاهی نداره. پس یک درس عبرت است برای شما که این زمین درس بگیرن و جایی که میایین به عنوان یک هزاره، هزاره فحاش نیست، هزاره دشنام نمیتا، اینا بماند سر جایش. حالا من میگم کسانی که میایین در رومها میگه مسکینا، بیچاره ها، مظلوم نمایی، من چی میگم؟ میگم مظلوم او قشری است با ای که ما طالب را، بستر اجتماعیش را برخواسته از بدنه اکثریت قوم پشتون میدانم، ولی ایچگاه تمام قوم پشتون را من مساوی با طالب نمیدانم. یک، دو، با این که بازم میگم پشتون ها اکثرن اواخواه طالب هستند، بازم ما قوم پشتون را اکثرا دشمن خود ندانستیم و نمیدانم و هیچ هزاره عاقل تمام پشتون را یا تمام تاجک را در او سرزمین که اگر بافت های اجتماعی و سرزمین را درک بکنه دشمن خود نمیدانه. به همین دلیل من چی میگم؟ میگم که مظلوم کسانی هستند که پدرانشان، نیاکانشان، اجدادشان یا به خاطر قدرت به دامان انگلیس غلطیدن، از مسکینی، از بیچارگی، از بینوایی رفتن گفتن سرزمین را نصفش برات میتیم، برات امضا میکنیم، برات تعهد میتیم، غلامی میکنیم، مردم خود را در عقب ماندگی نگه میداریم، تو از ما حمایت بکو. آمدن از قوم خود شروع کردن، اولین کشتار در بین قوم خودش را انداختن، اولین کشتار را در تاریخ شما برین. ما به این میگیم قوم مسکین، ما به این میگیم زمامداران مسکین. باز همین زمامداران مسکین باز هم آمدن در یک مقطع تاریخ، در یک مقطع تاریخ رفتن مایده حسن همجواری با روسها را امضا کردن و برای روسها گفتن که مر وقت که خواستن شما میتونین در امور داخلی ما مداخله بکنین و ما به عنوان سرسپردگان و زمامداران اول کشور تعهد میسپاریم، هر آن چیره که شما امر و نهی بکنین ما ایره برآورده میکنیم. ما چی میگیم؟ انسان امروزی چی میگه؟ انسان امروزی میگه اینا
مسکینترین، مظلومترین، بیچارترین، بینواترین انسانای تاریخ بودن. اینال کسانی که در جامعه که هر کسی بیای از اینا به عنوان زمامدار خود و به عنوان زمامدار قدرت یادآوری بکنه، ما به او میگیم نسل بیچاره، ما به او میگیم نسل مسکین. باز هم امینا بودن که رفتن در دامن اسامه بن لادن غلطیدن، در دامن پنجابی ها غلطیدن، چی چینی ها را، ازبکستانی ها را، عرب ها را از قاره اروپا سر خانه و کاشانه و کشور خود آوردن به خاطر ازی که در حرکه قدرت باشه. باز ما به اینا میگیم نسل بیچاره، نسل درمانده. دوباره همین ها در دامن امریکایی غلطیدن و امروز باز هم در دامان غرب و امروز منزوی ترین کشور دنیا ساختن. ما به اینا میگیم مسکین، بیچاره. اگر پایین لایف هستی هموطن نازنینم، اینال امیدوار هستم که معنی مسکین را، معنی بیچاره را، معنی گرسنه را، معنی عقب مانده را درک کرده باشی و بفهمی. یعنی در قاموس انسان امروزی بیچاره، عقب مانده، وطن فروش، خاک فروش، ناموس فروش، منزوی، گرسنه‌ترین کشور دنیا، ما به کسانی میگیم که وابستگی سیاسی دارن، وابستگی اجتماعی دارن و کوچکترین کار برای مردم خودش در طول تاریخ نکردن. امروز آمار بیسوادی در میان طبقه و قشر تو بیشتر از ما است. آمار فقر در میان مردم تو بیشتر از ما است. عدم بیداشت، تمام این مسائل را که کنار هم بگذاره مثل یک پازل احساس میکنیم که در او از درو سرزمین مسکین و بیچاره کی است. پس خواهشان بار دیگه که آمدی در روم ها صحبت کردی، مقدار مسئولانه صحبت بکن، مقدار انسانی گونه صحبت بکن. بخیر سلامت باشی امان نازنی که من تا همجا تحمل کردی و من از حضورتان خداحافظی میکنم. تشکر، زنده باشی. تشکر، سلامت، بخیر باشین. امیدوار هستم که میشاملن در زیر لایف اگر هستی درخواست بیتی. ما و تو یک بس خیلی خوب، خیلی دوست داشتم، پیشتر آمدی اینجا چند لحظه، بسیار ببخشیم که نوبت در شما نرسید، صحبت نشده که شما لنگ هستی یا مثلا هر دوست دیگه کسیم در پایین لایف اگر لطفا کنین درخواست بیتین یک بسی که دو جبهه، یک جبهه که مخالف طالب است و یک جبهه که موافق با طالب هستن، ما و شما چند لحظه اگر صحبت بکنیم خیلی خوشحال میشیم و خیلی خوب هستم. و ما باز دیگه دوستان رو باز کم میکنیم، یک 3-4 نفر میمانیم سر ازی بس میکنیم 4-500. اگر لطف بکنین اگر هستین یا دوستایی که موافق با جبهه طالب هستین درخواست بدین. تشکر، سلامت، بخیر باشین. بوله عزیزم قندق سیز یخشم و ترانس سیتنگای اخشی جانگه جرم و بسیار زیاد ببخشی که خیلی دیر منتظر ماندی، مهربانی کنن از شما میشنم. سلام و درود خدمت شما عزیزان، فرزندان دلیر و رشید بابا مزاری، شهید و وحدت و صلح افغانستان. من واقعیت حرف و حدیثی که در دل داشتم، دوستا هر کی بنابه خود چی زیبا سخن گفتن، چی بجا حرفیدن، دقیقا ما نمیتونم چیزی واضح تر و روشن تر با شما امروز داشته باشم. فقط ما به این مسئله اندکی میپردازیم، گوش بگیریم. ما امروز در سرزمین زندگی میکنیم که تمام افتخارات توسط یک تعداد انسانهای بادامی چشم زیر قومی مشخصی به نام هزاره در افغانستان میاد. اگر رضای احمدی وقتی موتر میسازه با ما یک حرق ملی، یک غرور ملی میبخشه. وقتی روح‌الله نیکپی وقتی که در مبارزات آزاد وارد قفس میشه، خون در رگ رگ ما جریان پیدا میکنه، او از مکتب بابا مزاری با افتخار بلند میشه. وقتی بحث سیاست می، ما در طول تاریخ در ادوار گذشته و تا اکنون کسی را به عنوان یا به مثابه آقای رمضان بشردوست انسان صادق ندیدیم که وقتی معاش میگیره در کوچه و پس کوچه کابل به خاطر پیدا کردن فقرا و مساکین میگرده. ما در تاریخ هزاره ها بسیار نمی پیچم، ولی امیرم هم می خواهیم بگویم که ما مردم هزاره را قلم به دست، روشن مختری، روشن فکر و دارای افکاری عالی می بینیم. اینها هویت و خصوصیات خود، چگونگی زیستی و همه از این مسائل هم توسط قلم نشان دادن، نه با توسط انتحار و بشکای زرد و دیگه و دیگه و دیگه. ما
امیدوار هستیم که امی اتحاد اینمی بابا مزاری که مدت هاست در پیش است و تلاش میکنن که هویت گمشده خود دوباره به مردم خود بتن و مردم و جهانیان و مردم همه رو واضح بسازه که تا هنوز یک نام که شایستش این قوم نبوده و توسط افراد و اشخاصی داده شده و القاب ناپسند و نخوشایندی که از این مردم به بیرون درس کرده یک بار دیگر مشخص بسن. ما خیلی با همه شما تقدیر میکنم وقتی که آقای اروزگانی میاد صدای رسای ملتش میشه خودی از یک مقام خیلی بلند داره. وقتی که آقای امان میاد تخلص خود هزاره میمانه یعنی فکر بکنید چی یک جایگاهی چی یک مقام خاص خود داره. ما بیشتر وقت شما را نمیگرم، ما از این که بالا آوردین خیلی سپاسگزار هستم از همه شما. کاش که منم چشم بادامی می بودم و هزاره می بودم و در کنار شما بچه آتم می گفتم چی یک جای افتخار بود. ممنون و سرفراز باشیم با امید. دوله عزیز دوانچه بیشتر ببخشیم، چندین بار همین صحبت کردم، بعض از گله های من شاهد هستند با آدرس با کسانی دوستای گله های با جناب ماشانس بزرگ رهبر بزرگ در ارتباط هستند و همچنین با قیصاری که قبل از افغانستان بوده که دو بار خودم بازم صحبت کردم و تلاش نهایی خودم هم شخصا قلبم باور کو که همین بود که ما و شما گله هایی که از لحاظ تاریخی یک هستیم، از لحاظ نجات، قوم، منافع، هر چیزی بگیم ما نزدیکتر هستیم و کوشش کنیم و تلاش کنیم برای از اینکه ما و شما باید اما مخالفه هایی که متاسفانه بدبختانه بعد از بشهادت را بعد از نبودن استاد شهید رهبر شهید بود اینا را پر کنیم و تلاش کنیم و کوشش کنیم که همدیگر ما در کنار همدیگر یک جا با یک هدف با یک خواست مبارزه بکنیم. یعنی می رقم متاسفانه بدبختانه مشکلاتی که مردم هزاره داشتن گله های ما هم داشتن و دیگر اقوام افغانستان که دارن، ولی در کل نزدیکتر ما و شما نزدیکتر هستیم که تلاش کنیم برازی بیشتر نزدیک شویم. و خود دی لایف آمدی جای افتخار ماست، خیلی خوش آمدی، سلامت و بخیر باشیم. اگر کدام گپ دیگر نداشته باشیم وقت میتونم به دیگر دوستان. هموطن عزیز بفرمایید. هم‌میهن سلام و عرض ادب خدمت امان جان عزیز، خدمت آقای صدای اروزگان، آقای هزارستان 24، بابا قلندر عزیز و همچنین دوستای دیگر. دوستا میتونید ویدیو بگیرین، من یک پیام خاص به نادری دارم. درست نادری میگه که ما 9 ماه حکومت کردیم، درسته ای هم گفت درسته 9 ماه حکومت کردی. میگه که ما 40% از اون سرزمین هستم. آیا در بین این 40% یک مرد پیدا نشد؟ یک مرد پیدا نشد که انتقامی پدرش ما را بگیره؟ درسته که میگه دستایش بسته بود، گوشایش کاکا گرفت بود. اونمون دستای بسته پیدا شد با مرمی با 2 تا فیر تفنگچه، ظالمترین ابرقدرتترین شاه دوران از پا در آورد. یک موضوع. موضوع دوم، نادری اگر لایف میگیری بگو قوی ترین مرمی از کدام تفنگچه فیر شد؟ قوی ترین مرمی از کدام تفنگچه فیر شد؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گفتنی ما میخواست بود. سلامت و بخیر باشین. از نورستان 24 مهربانی که بیدار خوش آمدید. سلام احترام. درود و سلام امان عزیز، قماندان امان، بابا قلندر گرامی، عباس و صدای روزگان و تمام دوستایی که در لایف حضور دارم و دوستایی که شنونده هستن و دارم جور صحت من باشین. همانی عزیز، من 2 موضوعی رو بسیار کوتا، نه مربوط به پشتون میشه نه مربوط به اقوام دیگه میشه، فقط در راستای مردم خود ما صحبت میکنیم.
امروز طالب رسما در علوم جغرافیا جنایت میکنه، از اروزگانش بگه در بهسود، در بامیان، در شمال، در دریسوف، در بلخاب، در مزار شریف دست از هیچ جنایتی در قبال مردم ما یعنی کوتاهی نداره. حرف ما در کجاست؟ حرف ما اینجاست که چی در دوره اول چی در دوره دوم طالب بزرگترین جنایتشان در قبال مردم هزار انجام داده و انجام میده و امروز یک عده دیگه به خاطر منافع شخصی خود، قومی خود، حزبی خود، سیاسی خود، تباری خود میاین مردم هزاره را تحریک بکنند. حرف ما، اصل حرف ما اینجاست. امروز خودشان قدرت و اقتدار خود، جایگاه سیاسی خود و تمام داشته های صد ساله خودشان که به زبان اقرار میکنند از دست دارند و از دست خودشان هیچ کاری بر نمیاد و با کوچکترین حرف اینا رو عوض میکنه و هر روز فعالیتشان در میدیا ای هستن که شما بیاین در کنار ما و ما و شما همدست دشمن مشترک داریم و اگر یک بچه هزاره کوچکترین حرکاتی در این راستا انجام بتن از بزرگایش گرفته تا اینمی کسایی که بسیار در سطح پایین در میدیا حرف میزنن خیلی زود رنگ عوض میکنه، پهلو عوض میکنه، واژه های مذهبی را مطرح میکنه که این مسئله است و کسایی که در کنار از اینا و حرف اینا را نپذیرن اینا را لابیگر طالب خطاب میکنه. لعنت بر او هزاره ای که لابیگر طالب است. هیچ هزاره ای در طول تاریخ لابیگری هیچ طالبی نبوده، هیچ هزاره ای در طول تاریخ متجاوز نبوده، هیچ هزاره ای در طول تاریخ بر خانه کس، بر ناموس کس، بر سرزمین کس، بر هیچ کسی نه تاخته و نه رفته غارت کرده و نه دزدی کرده. ولی این امروز یک عده ما، یک عده جوانای احساساتی که در میدیا از موضوعات سیاسی داخلی افغانستان درک درستی ندارند دقیقا تحت تاثیرات صحبتهای اینمی جنای یک فریبکار، یک جنای بسیار مزدور، یک جنای بسیار بغاوتگر اینا میاین قرار میگیرن و میاین علیه مردم خود ما قرار میگیرن. اینمی مسئله را حداقل ببین در تقابل گرفتن نه با پشتون به درد ما بتون میخورن نه با تاجکش به درد ما بتون میخورن. اگر اینا میاین کوچکترین مسئله ای که در مناطق هزارستان رخ میتن میاین برای تحریک هزاره ها ببین دست از هر کاری در مجازی اینا بر نمیدارن. مسئله نکبخت پیشتر یک برادر یادآور کرد کی آمدن این کار کردن؟ اینمی کسایی که مقاومت گراست واضح و روشن برتان بودن به خاطر ای که احساسات تو را برانگیزه، به خاطر ای که تو را تحریک کنه علیه پشتون، طالب نه علیه پشتون، من این واضح برتان میگم و خودشان واژه های مذهبی را مطرح میکنه که گویا فلان است و این است و بس مدان است. اگر ما را عبدالرحمن کش ولی تو بدتر از عبدالرحمن، تو ما را زنده زنده امروز هزاره ما که از شمال و از این طرف و طرف می صدا بلند میکنه که ما هزاره هستیم در راس مقاومت و تشکیل دهنده و از پایه‌گذاری مقاومت ما کردیم، تو می تمام هویتش کتمان میکنی، قطعا ما با تو مخالف هستیم. هیچ هزاره هم با تو موافق نیست. هزاره ای که با چنین تفکری به عنوان واژه های مشترک زبانی و فرهنگی و جغرافیایی با اینا موافقت دارد دقیقاً بدتر یک انسان حرامزاده و به تمام معنا هستن. با کدام افکار خود مخالف نیستیم با تو، ولی با دیدگاهت مخالف هستیم، با کارکردهایت مخالف هستیم، با صحبتهایت مخالف هستیم، با افکار و اندیشه تو ما مخالف هستیم. اگر دشمن رویارویی، یک دقیقه امان عزیز، اگر دشمن رویارویی ما آمد ما را مستقیم کشت، میگه زخم شمشیر میره ولی زخم زبان نمیره. تو امروز آمده هویت مردم هزاره را کتمان کرده و بعدش دوباره به جای کتمان کردنش که بیای همدردی کنی، بیای حقیقت ها را بپذیری، بیای بگویی که اینمی هزارم در فلان جا و اینمی ها کسایی بودن که تشکیل دهنده جبهه بودن، تو بدتر آمده توهین و تحقیر و زخم زبان میزنی و باز دوباره میگی که ما واژه زبانی را مطرح میکنی که ما و شما دشمن مشترک داریم.
هیچ وقت فریب این کسا را نکنیم. هیچ وقت میدیا برای ذهنیت سازی هستن. خواهش میکنم به جای همی صدای روزگان عزیز خیلی دقیق فرمود که اگر در جای صحبتی ندارین، اگر نمیتونید که جواب قانع کننده، حداقل توتی نشوین که صحبتای دیگران را به این در بین خودتان مورد بحث و بررسی قرار بدین. زنده و سلامت باشین امان عزیز. سلامت باشین. بخیر باشین. شما کماندان صاحب با قلندر شما مهربانی کنید تو فرمایید. جنرال صاحب جبلی و دیگه دوستان هم خوش آمدین. همه دوستایی که هستیم خوش آمدین. مهربانی. تشکر از خود امان عزیز از دکتر صاحب. ما روی دو نکته که پای خود خاتمه میتم جنبندی میکنم با حضورتون مرخص باشم. سیکرین اولش قومای عزیز ملت غیر ازارستان. ما جوانایی که از سمت شمال به خاطر اتحاد ملت هزارستان، به خاطر وصل ساختن هزارستان شمالی را با هزارستان جنوبی و غربی و مرکزی و جا تلاش نهایی خود میکنیم و افراد و اشخاصی که فیلحال در سر رای ما قرار گرفته، ما بسیار براحتی از اینا خلاصه پس میم، خلاصه اونا چیزی نیستن. این خدا شما شاهد استین در اف معشمایی که ما بلند شدیم، یک وقتای بود احساس تنهایی از هزاره های سمت شمال من خودی با قلندر میکردم، میگفتم شاید تنها باشم، شاید ملت خواب رفته باشه، شاید ملت عمو مردمی باشن که در 20 سال گذشته برای بحثی مذهبی را میگفتن و هزاره را به مذهب های مختلف تقسیم میکردن، خلاصه سنی را تاجک معرفی میکردن. اما با زحمات و کوشش شما نسل جوان، شما قهرمان ها، شما مبارزین و زحمات شبان روزی خود ما تارستیم، امثال وایسی عزیز، شمسی عزیز و سایر جوانایی که فیلحال در میدیا بدون دشمنی با کدام تاجک، بدون دشمنی با کدام پشتون و هیچ نوع دشمنی با کسی، فقط به خاطر مبارزه، به خاطر اتحاد قوم، به خاطر خدمت کردن به ملت هزارش شبانه رو زحمت میکشه، ما رو بهش وقت قوت داده میره. پیام ما چی بود؟ پیام مثل هزاره هایی که از خون خود ماستن، از جامعه خود ماستن، یک نوع دوری که در بین داشته، مثلا ما را به یک نوع هویت ما کتمان بود در سمت شمال، حالا هم که میگن فلانه جای هزاره نداره، خوی گپا از اونا میشه وقت هستن. پیام ما برش مویستن امی 4-5 دانه خانه که در امی بغلان و پنشیر و او طرف دیگه کی است؟ از قوم تاجک ما اینا خوبتر و بهتر یکی دیگه خودم با موش ناسیم قطع زنا. این فقط میدیاست مگه معلوم نیست که مرد و نامرد در میدیا کی است و اوائل به خاطر که ما را نام بد بسازن. امان عزیزی که پا خیلی بودیم است، یعنی ما جوانایی که از سمت شمال بلند شدیم به خاطر نام بد کردن و به خاطر که رای ما را قطع بکرن، ما را اول به کفر تشبیه دادن که اینا کافر شده، بعد شیعه و خلاصه هزار نوع چیز اینا در مناطق پخش کردن. اما حرفی حق میشه وقت حق از به یک گپی با قلندر که برشون زنگ میزدند بلا مسجد اربابشون، برشون گفتیم بیا در اینی تو یک گپ است، امی تو منی قوزی را دمی چی میشناسی؟ به نام ازاره. امی دلار به نام چی میشناسی؟ بلا صاحب به نام ازاره. قوزی را دایمیرک و کوگده و ابکا و بایم و دیگه و دیگه شه به نام چی میشناسی؟ به نام ازاره. آیا امی هزاره که به نام دایمیرک و قوزی و دیگه و دیگه است مجبور است که سالهای سال به نام توی تاجک باشه؟ مجبور است که همه شاخ بر کام توش هم شعر بزنه و هر نوع قدرت سیاسیش سمت تو دور بخره و خلاصه ازش استفاده بکنی، زحمات ای بکشه، منفعتش تو بری مجبور است نخه. خب مال تان استیم امیل خدا را شکر دمی سایر اولت های سمت شمال کلن ملت به نام هزاره بودن خود افتخار میکنه، یک بعضی مذهبی بودیر هم گمش ساختیم. پیام دویم ما چیست؟ افراد و جوان ها و نسل جوانی که شما لایف برگزار میکنین، روم برگزار میکنین، مثل امان و سایر دوستایی که بچه هایی که لایف میگیرن، خیلی هم لایف های خوب است، کوشش کنین از لایف های شما که از آدرس هزار است، لایف های شما کلش خانه هزار است، آدرس از هزار است گپ میزنین، از لایف های شما استفاده جویی نکنن. یعنی چه قسم؟ ما داریم اشخاصی را که به منفعت شخصشان یک روز میان طالب گپ میزنن، به منفعت شخصشان یک روز میان از یک قوم دیگه گپ میزنن، اما اگر پیش سرش سعی کنیم با یا هزاره نامیده است یا تاجک نامیده است. ما گپ میسته که همین خلاصه 4 نفر امان عزیز در عریف بیار خد که هزاره را ازش نفرت داره بیار
تو در مقابلش استاد چو، ما در مقابلش استاد میشم، ما برش قناعت بیتم تو قناعتش میدیم. ما از کسی ترسی نداریم، هزاره مظلوم نیست. دکتر صاحب یک چیزی واضح را گفت، در یک صورت هزاره را مظلوم شما نشان میتین، همین کسایی که این کارا را میکنن، برای شما نگفتیم هم کسایی که این کارا را میکنن. هزاره اگر مظلوم باشه، سعی کنین در دو هفته گذشته سعی کو به جرم هزاره بودن 17 نفر کشته میشه، بازم اینا من توی هزاره استاد هستیم، میگم مظلوم نیستیم، برای ما گوسپند نر برای قربانی است. 63% ما قتل شد، بازم استاد شدیم، دندانایتان پراندیم و میالی هم که صدها تایمون هم روزانه بکشین، ما تسلیم شدن در وجود مونیست، دوباره در مقابلتان استاد هستیم. اما یک نوع مظلومیت را به ما نشان میده. ما که میبینیم میم در میدیا سعی میکنیم در رسانه ها، خب امی طالبیون یا امی رب میتین به پشتون امینا کلشان، خلاصه کلام خواهینا به یک نحو ظلم خدا امو دوران عبدالرحمن غدار دوباره تکرار کرده رایستن. خب ما در میدیا که میم سر میکنیم، یکی رسای که نامش از هزاره عکس استاد عبدالعلی مزاری شهید که دشمن سرسخت طالب که توسط امی طالب ملعون شهید شد، عکسش پسر است، نام از هزاره میبره، ایمایه از کسی دیگه میکنه، لابیگری از کسی دیگه میکنه. خیات عزیز، هزاره عزیز، تو مرا در اینجا مظلوم معرفی کردید در پیش مردم. من میگم من در اونمو مادر هزاره که بچهش شهید داد، اونمو پدر هزاره که بچهش در روزگان شهید داد، من در کنارش هستم، من بازویش هستم، برش قوت میتم، برش زنگ میزنم که مادر خودم یا پدر جان یا برادر، من فکر کنم بچه دو سیومیت هم زنده است در ایجا، خونی و بچه در زمین نمیمانه به جرم هزاره بودن شهید شده. تو چرا بیایی دوباره از قاتل هزاره خودت دوباره حمایتگری بکنی، حمایت قرار بده و دیگه خلاصه او از روی طرفداری بکنی؟ این جای دکتر صاحب میگه چرا مظلومیت، اینی مظلومی ما رو نشان میده در رسانه ها که ما مظلوم خطاب میشیم، یک سو میگه میکشیم شان، یک سو میگه برای ما عذر میکنن، در صورتی که هزاره اگر مظلوم میشد 63% هزاره را عبدالرحمن غدار قدر کرد، مثل یک قهرمانی که از دامن یک مادر هزاره به دنیا آمداد به نام عبدالخالق هزاره بلند شد، زد دندانای یک دانه سردار قوم که خدا معصوم میگرفت، حکومت انگلیس، حکومت چندین کشور در پشتش بود، یک بچه هزاره که کس سرش حساب نمیکرد آیا بلند نشد نزد دندانایش پرانداشه؟ مظلوم امور هم میگه. خب ما از یکان قوم های دیگه که مثل قوم تاجیک ما برای ما تنه میزنه، شما را پشتون ها 63% تانه قتل کرد، خب ما از قوم خود از امود یک شیر بچه داشتیم که بلند شد زد دندانای شپران، وقتی که عبدالرحمن عبیبلای کلکانی که وقتی از پای اردن شد یک تا تاجیک بلند شد، یک پشتون ها کشته هاشه. روی تانه خدا بینه هر کی با هر کی معلوم است، روند شما لایفای شما خیلی تاثیرگذار است. امان عزیز، ما سرتان افتخار میکنم، سر تک تک بچهای هزاره افتخار میکنم، اینمی تو پیش براین، محکم باشین، قهرمانی را خود جوانای ما آورده رویست، روزانه یک دونه قهرمان به دنیا تقدیم کرده رویستن. هزاره این واضح برات بگم، هزاره نامش سبک نیست، قومی که خونت هزاره از خود خیلی سنگین بودن، کوشش کو همیشه وقت سنگ واره گیرانگ در جایت بشین مردم پیشی تو بیتر رست بکنن، نه که با طوری سبک باشی در کنار هرکی بروی. زنده و سلامت باشین گفتن، یعنی مهمه قبود زنده باشین با شما، زنده باد ملید غدیر از عرستان، زنده باشین، تشکر، بخیر باشین. جنرال سیب جبرادی خوش آمده، سلام احترام مادم بفرمین. قماندان امان، من فقط کوتاه، خیلی کوتاه از حضور شما مرخص میشون. دوستای نازنین، برادرها، قومای هزاره خود ما، صحبت های ما فقط با خود شماست. شما اگر با هر بچه هزاره خود با دیدگاهشان مشکل دارین، با خودشان مشکل دارین، با حرفایشان مشکل دارین، با سخنشان مشکل دارین، با کارکردهایشان مشکل دارین، مشکلاتتان بگذار سر جایشان باشه. حداقل در روزی که ما میبینیم که همه اقوام در تقابل با هزاره ها قرار میگیره و از هر سمت سوی تاخت و تازی داره، اینمی مردانگی رو داشته باشیم که کینه و کدورت های شخصی خود بگذارید کنار، بیاین تحت هر شرایطی همه ای چیز نادیده بگیرین، بیاین در کنار هزاره خود قرار بگیرین و برای منافع ملتتان، برای ذهنیت سازی، برای اتحاد و انسجام مردمتان در کنار یکدیگر صادقانه بیایید کار کنید. خوب و خوش باشید. دشمن ما هر کسی که در این جغرافیای بناوال افغانستان، هر دیکتاتور، هر زمامداری که آمدن در قبال مردم هزاره کارایشان نادرست بوده، کارایشان غیر
منطقی بودن مردم ما را حذف کرده. هیچ کدامش نه واژه های زبانی و نه کسایی که میگه ما پلوان شریک هستیم. خودتان باشین، به اقتدار خودتان فکر کنید، به اتحاد خودتان فکر کنید، به انسجام خودتان فکر کنید. تا اتحاد نداشته باشین، تا اقتدار نداشته باشین، حرفتان در هیچ کرسی شنونده نداره. خوب و خوش باشید دوستان عزیز. شکر، سلامت باشین جبری صاحب. با مجرد مهربانی خوش آمدید. سلام از ادب خدمت دوستان. علیکم سلام. جایی را که تا جایی که فهمیدم گپای دوستان را گرفتم و بعضی گپای ما، فقط یک چند نقطه بسیار اندک را میخواییم یادآوری کنم و این نظر شخصی ما است. مهربانی که دوستان را به شکل عجیب فکر نکنم که من آمده اینجا نصیحت میکنم یا شاید نصیحت های پدران. این گپا ضرورت نیست دوستان، اما خدا هم اگرشان خانیده هستن دوستان اینجا اینا که صحبت میکنن همیشان دارای نقطه بیان و فهم و دانش هستن که من صحبت میکنن. برادر عزیز، در قدم اول برام بسیار جای مهم است که ما انسان دوست باشیم، مثل آقای بشر دوست. هر کدام ما باید تسی یک بشر دوست باشیم در سطح افغانستان. در قدم دوم ما باید تسی یک چیزی را در نظر بگیریم که تفکر همگانی، نظر همگانی چی است، نظر کل مردم چی است، نظر کل مردم افغانستان در سطح چی هسته. ما اگر بیاییم سر رو صحبت های چهار تا لوچک که میای به نمایندگی از قوم پشتون صحبت میکنن، اونا را بگوییم که نماینده پشتون هستن، نیستن. ما میفهمیم کلشن تیک تاکی هستن که آمدن امروز اینجا صحبت میکنن، آمدن به خاطر چهار تا لایک و گفتی گپ سخن. میفهمیم هزارات تا شما و شما دیدیم و شناختیم بسیار کم وقت. من بعد از بسیار مدت ها می لایف دوستا را که دیدم، همین صحبت های تن مرا خوشم آمد. صحبت های بسیار خوب کردین، صحبت های بسیار جاندار بود که انسان میتونه به یک جای برسانه. فقط نظر ما در کل همی هسته که ما اونا را نماینده های قوم نمیدانیم. مثل از اینکه اگر چهار تا پنج شیری بیای نمایندگی بکنه از تمام جبهه مقاومت، چهار نفر است که ما میفهمیم کسش چی رقم مردم هستن که آمدن نمایندگی میکنن. در کل همون جان پیشتر یک چیزی را خود ذکر کردی که ما با طالب یا طالبیزم، ما یگانه چیزی را که همیشه در لایف های خود میگیم، ما با پدیده طالبیزم، مفکوره طالبیزم و عملکرد طالبیزم مخالفت داریم. همگی ما در کل همی از دیدگاه ما که ما با اینمی طرز، اگر هر کس از اینمی دیدگاه، از این تفکر، از این طرز و عمل کردش در جامعه افغانستان، در خارج از افغانستان حمایت میکنه، این میار ما تعریف مشخص داره، میگیم این میار دشمن ما است. هر کسی که دشمن انسانیت است، ما میبینیم که امروز اونا عمل کردن از اونا به مسابقه دشمن انسانیت است. اگر توی هزاره را میکشه، تاجک ما را میکشه، ازبک ما را، هر کس میکنه، در کل اینا به شکل فکر میکنن که تمام مردم افغانستان که در اون جغرافیا زندگی میکنن به گروگان گرفتن، اونا بادارایشان است. حتی بعض احمقا و مولویایشان میان که شما میتونی 100 تا کنیز نکاح بکنین. سعی کنن که غیر یک تفکر غیر انسانی، غیر اسلامی، غیر شرعی که در هیچ دین و مذهب قابل پذیرش نیستن. یعنی دیدگاه از اونایی است که مردم افغانستان در گروگان گرفتن. و ما و شما یگانه چیزی را که در نظر بگیریم که این چهار نفر که من امروز صحبتای را که میکنن، این صحبتایشان غیر معقولانه از غیر اخلاقی است، غیر انسانی است. ما سر از اینا حساب ما میکنیم. پیشتر ما گفتم که ما باید دیدگاه همگانی را در نظر بگیریم. جنرال ببخشید با مزرد دقیق تقریبا دنیا امروز در تلاش از این هستند که مردم افغانستان یا سرانی که از اقوام افغانستان هستند، اینها بین خود جور بیاین و افغانستان را اینها میتونند که نجات بدن، یا ملت یا نماینده های مردم. درست است؟ به نظر شما همی سرانی که فعلا از افغانستان خارج هستند، اینها با سران طالب ها یا با طالب ها سازگار هستند مفکوریشان، یا میتونند که همی افغانستان را دوباره آباد کنند یا خیر؟ نظر شما چی هستند؟ قربانت امان جان، اگرچه ما دوستا فکر نکنن که شاید ما مخالفت سیاسی، مخالفت لهجه ای لسانی قومی با رهبرا داریم، من دیدگاه کلی خودت رو میگم، دیدگاه نظر شخصی ماست که هر کسی قبولش میکنه. من میفهم که او یک درک عالی و عالی داره از وضعیت افغانستان. قسمی که خلیلزاد در صحبتهای خود گفت، رهبرایی که از افغانستان خارج شدن امروز صدای خود نمیکشن، امروز در هر جای شیشتن منتظر همی هستن که باز اینا رو امریکا ببره، یک حکومت همه شمول، داراییایی که داشتن، سرمایه‌ای که دارن در بانک ها فریز نشه و بانه، اینا منتظر اشاره امریکا هستن. و من تا جایی که فکر میکنم امی خود عمل کرده از اینا، امی کار کرده از اینا، بر ما واضح شده که اینا دیگه
رای برگشت به افغانستان ندارن و هیچ جایگاهی در بین مردم افغانستان ندارن. ما دوستایی که اینجا صحبت کردن، آقای روزگانی است یا هموطن ما خراسانی است، دیگر دوستایی که رفتن پایین یا هستن، دیدگاه از اینا به مسابقه یک هموطن ما بسیار قابل قدر است برای من. مگر از لحاظ از اینکه هر کس اگر از این راه برا حمایت میکنه، یعنی مانند از این است که از طالب ها حمایت میکنه. چرا اینا با ما همین ببخشن همین جلسه با کی برگزار شوه؟ یعنی نماینده هایی که تصمیم گیرنده باشد بین تمام طالب، مجاهدین و دولتی، جمهوریتی، چپی، راستی، کلگی دنیا در تلاش ازی هستن که باید جور شوند، یک سازگاری به وجود بیاید. کیا باشد به نظری؟ یعنی همچون امکان داره که به زودترین فرصت یا به زودترین وقت همچون کار شوه یا خیر؟ نه خیر، به خاطر از اینکه یک گپ هست که دنیا میگن، مگر ما شما دیدیم چرا دنیا تسلیم کرد حکومت از طرف از طریق یک انسان نافهم و نادرک، درکی که نداشت و خصومتی که داشت با تمام همی مردم افغانستان، حکومت و دولت با همی طالبا واگذار کردن، تسلیم کردن، تقدیمش کردن. یعنی دنیا در این کوشش نیستن، دنیا در این کوشش بودن که افغانستان یک نیروی بسیار کم مصرفه که برشان بود از لحاظ مصرف. ما شما هم آنجا میدیدیم که ماشای تماما حکومت افغانستان کارمندای دولتی از طریق یونما میامد، کل ما سبت یونما بودیم، یونما یعنی بانک جهانی برای ما شما ماشات ما را میداد. مگر طالبا امروز بسیار با مصرف کم هم حکومت پیش میبرن. یک موضوع است، بسیار کم مصرف است حکومت طالبا بر جهان. موضوع مهمی که هست که در اینجا که ما پیشتر ذکر کردیم که طالبا فکر میکنن که افغانستان فتح کردن، یکی از کشورهایی بود که فتح کردن و تمام اقوامی که در اینجا مسکن گزین هستن، اینا به مصابی اسیرای ما هستن، اسرای جنگی هستن. ما هر چی که بگوییم، هر ظلمی که بکنیم، بالای از اینا میکنن. این موضوع بسیار مهم است و موضوعی که اگر ما منتظر این رهبرایی که آمدن از افغانستان خارج شدن، آمدن در هر جای در قصرها و بنگلهای خود زندگی میکنن و زندگی بسیار آسوده دارن، نه درد ملت را چیز میکنن اسم میکنن، نه درد من تو را اسم میکنن، نه درد بیوطین را اسم میکنن، و فقط چیزی که ضرورت داشتن اون پول و پیسی که بود برشان رسیده. اما براتانی را واضح میگم که اینمی سقوط افغانستان، تسلیمی افغانستان، کل از اینمی رهبرا حق خود گرفتن، با اون پیسه که برشان داده شده آمدن و هم امروز هم از آدرس من تو در دروازه را تق میکنن به نام من تو پشتون تاجک ازبک هزاره پیسه میگیرن که ما جبه داریم جنگ میکنیم. مثل که ما شما میبینیم در صفحات تیک تاک بعض موضوعات ها موضوعی است که قابل ذکر نیسته. چرا اینجا باز یک دوستا انتقاد میکنن امان جان؟ چرا موضوع سیاست هم درک نمیکنن؟ صفحه تیک تاک یک صفحه اجتماعی است که یک تعداد از دوستای ما بدون در نظر داشت از این بفهمه که امان چی گفته. رئیس امیال دزیر لایف آمدن توهین میکنه. برادرم امان به تو توهین کرده، صدای روزگان به تو توهین کرده، او منسجم سازی خودم میساده، بسیار کار خوب میکنه. هر کسی که در برابر امت یک ظلم، هر قومی که در افغانستان هستم فعلا صدای خود نسازه، منسجم نسازه، وحدت پیدا نکنه، اتحاد یک پارچگی پیدا نکنه، به مسابی از قوم دیگه موجودیت نداره، حضور فیزیکی نداره و به مسابی غلام دونم افغانستان هستن زندگی میکنن دیگه. پس این تو یک موضوعات است، بعض موضوعات نمیتونه یک مستقصیم بگویم. سلامت و بخیر باشین جبری صاحب گرامی، خیلی خوش آمدین. قربانتون امان جان، یک لحظه به اجازه ما بعد از بسیار وقت بود شاید مرا دوستان ندیده باشند، در لایف آمد، در لایف نمیام، من آمدم فقط همه قدر من ذکر میکنم بازم که برای ما تفکر همگانی قابل قدر است. فقط ما دشمن و تعریفی که داریم از طالب، طالبیزم، حمایتگر طالبیزم، طالب و هم تایید کننده عمل کرده طالب، اینه میو کلش به مسابی دشمن ما است و هر کسی که میای امروز قوم هزاره را توهین میکنه، تحقیر میکنه، هر قوم را توهین تحقیر میکنه، اینا دشمن های مجازی هستن که از اینا که احمق‌تر دشمن ما در سطح دنیا نداریم و اینا ما را بدنامتر از طالب میسازن در صفات مجازی. تشکر دوستان، با اجازه تان اگر دوست سوال دارم من در خدمت هستم، اگر ندارم من پایین میرم. امان جان عزیز جهان سپاس. جوالی صاحب خیلی خوشحال شدیم و خیلی خوش هستیم که خدا رو شکر شما رو داریم و واقعا تشکر از اینکه در برنامه ما تشریف آوردیم. بشیر جان سلامون اگدانا شرقلاس و امتاتم دیره دیرم دیرنا سلام و احترامات به همه بشیر جان، من دو سوال از خودت دارم. علیکم سلام، خیلی خوش آمدید. یک، پشتون ها ربطی به قوم
چی طالب ها رفتی بطر محترم پشتون دارد کلش ما شنیدم لایف تا نشنیدم ما کلش نوت کردیم من برای خود پیش خود نوت کردیم من انشالله کلش وضعات میتونم انشالله اما با پشتو یکمه که صحبتیم چی هسته با پشتو صحبت کنم چیز مشکل خونه هسته انشالله پشتو فارسی دوار از مون به سر سی اول خو سلامون دیر رو بخیر آقا زای چی دا پشتنه تا دا طالبان رو مربوط داره چی کوایسی دیر بخشنه پشتو آقا فارسی انشالله هیچ مشکل نیست اول خو سلام احترامات تقدیم است برای همگی دوم هیچ وقت طالب از پشتون نمایندگی کرده نمیتونه و ما به باعث یک پشتون ما از ما کده دشمن طالب کسی والا اگه باشه تقریبا 8 سال میشه ما علیه طالب کمپین میکنم و لایف میایم و علیه طالب هستم میجنگیم عملا در چی هستیم در جبهه هستیم گوری طالب و دی پاکستان دی امریکا او دی انگلیس په مشترکن یو اشغالګر ډله ده او دی هغو هغه مسلح عسکر دی چې افغانستان ته په زور راوړل سولو یعنی په جمهوریت باندې دلته کودتا وسوله او دغو خلکو ته واک ورکړل سول ګوري تاسو ته معلومیږي چې امریکا چې طالب دی امریکا انګلیس او دی جهانیانو په تور لیست کې پروت ده اما تاسو وینئ چې هره میاشت له دوی سره 12 میلیونه کومک کیږي ګوري طالب د تا دی هویت دښمن ده د تا دی وطن دښمن ده د تا دی قومونو دښمن ده د تا دی ملیتونو دښمن ده حتی زه په دې باندې باوري یم که دوی 3 کاله 2 کاله خدای نخواسته 4 کاله نور پاتې سي تاسو به وګورئ چې د قومونو ترمنځ به بیا هغه د مجاهلینو په وخت کې کوم جنګونه له هغه به بیرته راځي زه پرون ابل ورځ شاید یم په روزګان ولایت کې د ما هزاره ورونه دوی زوی او پلار نه څرونه پرې کړي ولو هغه هم په دې معنا باندې چې دوی د پښتنو په کلو کې پټ سوي ولو دغه ترورستان د پښتنو په کلو کې پټ سوي ولو او بیا د ما د هزاره ورونو ما هزاره ورونه په شهادت باندې رسولي یعنی په دې معنا چې دغه خلک غواړي چې د پښتانه په دغه نامه باندې بدنامه کړي سي یعنی طالب یعنی پښتون هیڅ وخت طالب پښتون نه ده طالب یو ترهګر ډله ده یو تروریستي ډله ده چې د تا د هویت د تا د قومونو د اتفاق د تا د قومونو د اتحاد د تا د 5000 کلن تاریخ ګوره دښمن ده کله چې په اول وار د طالبیزم کې د ملا عمر په وخت کې ګوره طالبان راغلل د ما هغه هویت د ما هغه لله آثار چې نړۍ هغه ته دغه وله احترام قایله وله د ما د بامیانو بوتونه یې رامات کړلو دا د ما هویت ول دا د ما تاریخ ول دا د ما استی وله د راغلل ګوره هغه یې په څه بې شرمي باندې په څو نامو باندې دغه کړلو مات کړلو له منځه یې وړلو اوس ګوره دغه 2 کاله کېږي 2 کاله او 2 میاشتې کېږي چې راغلي دي تاسو وګورئ د دوی اعمال وګورئ مکتب در باندې بنده پانتون در باندې بنده ګرچې دوی ګوره دا 10 کاله د وطن وران کو پلو پلچکې وران کو پلو ایدا خبره مکتب او کلینیک وران کړلو په 1.5 میلیون انسانان دغو خلکو ووزل په جومات کې انتحاري وکړله په جنازه کې انتحاري وکړله په د ماخه په یاد د هزاره ورونو په مجالسو کې په ودونو کې انتحاري وکړلې د داعش او د دې په نامه باندې داعش طالب دا ټول یوه ډله ده د دوی ترمنځ فرق نسته دا صرف او صرف نومونه سره بدلوي او ځان ته یو بل ته برات سره ورکوي ګوره تاسو ته معلومیږي پروسه کال د موږ تاسې دا د ما د هزاره ورونو په کورس کې دغسې وسوله انتحاري چې وسوله تقریبا څو سوه نفره په شهادت باندې ورسول طالبانو په داعش باندې ور واړوله اما دا ټول د دوی خپل اعمال دي دا دوی ټول د دوی خپل ملګري دي د دوی پلان یو ده د دوی پلار یو ده د دوی پلان ورکوونکی یو ده د دوی ترمنځ فرق هیڅ نسته بیا به زه راسم په هغو خلکو باندې چې په دغو نه د طالب په دغو نه وحشت کې د طالب په دغو نه وحشت کې دی راځي بیا هم له طالب نه دفاع کوي د یوه هزاره ورور په حیث باندې مثلا دلته یو 2 نفره ما مخکې ولیدل یعنی زه دا وایم چې دغه خلک نه عقل لري نه منطق لري نه اسلام لري نه افغانیت لري نه هویت لري هیڅ شی هم نه لري
په دوغونه وحشت د طالبانو کې دی راځي، بیا هم له طالب نه صفت کوي، بیا هم له طالب نه حمایت کوي، بیا هم د جمهوریت وایزه جمهوریت کې داسې ول او جمهوریت کې هاسې ول، بیا نه غواړو چې فحاشي وسړی په جمهوریت کې. تاسې ولې د مخ په جمهوریت کې په شل کاله جمهوریت کې والله کل دلی چې څوک د بړستنې لاندې له چا سره نیوتی، اما د طالب په دې ورځې د یوې ورځې فحشای والله په بله په سومتي لکه جمهوریت په شل کاله کې راپیدا کې. دا اوسې ماته خلک ویډیوګانې رالیږي د پښتنو له مناطقو نه رالیږي، د پښتنو له مناطقو نه سې رالیږي، یا له نورو ملیتونو له منځه سې رالیږي. والله په بله بیا هم قسم درته خورمه، د جمهوریت شل کاله هغو نه ګوره کفري اته څلوېښت ملکونه کفریم راغلي ول دلته افغانستان ته، خو دومره وحشت، دومره زناکاري، دومره بربادي چې د طالب د یوې ورځې ده د جمهوریت شل ورځو کې هم په شل کاله کې هم نه برابروم. په لحاظ د خدای، په لحاظ د قرآن باندې راسیه ټول افغانان سره یو لاسیه. او بل امان وروره، تا هغه په جبلی ورور نه پښتنه وکړله، وایي دغه څه دي رهبران څه دي ندبانې څه اوس وکړي. امیر میخواستم از خواهی کنم سوال داشته باشم. رهبران څه دي؟ رهبران ګوره، که د انس قنی ده، که د انس قنی پلار و، که ګلبدین ده، که ربانی ده، دا د موږ تاسې دا ټول مشران څه دي، دا اوس ژوندي دي. تاسې به لیدلی دغه په اخیره ورځ باندې لاړو د بلباجوا سره په دغه کې پیایې تیاره کې دلته سپارو سولو، هلته کته سولو، ګوره یغو هغه هلته د خوشامد لپاره ټول خلک ورته ولاړ ول. په دې باندې زه له ټولو اقوامو غواړم، له هزاره ورونو، له پښتنو ورونو، له تاجکو ورونو، ایماقو، ازبکو ورونو، ټولو نه غواړم چې نور په دغو رهبرانو باندې تاسې اعتبار مه کوئ. هر څه چې کوئ خپله یې وکئ، دا خپله متحد سئ. رای حال همی هستند که مردم با هم متفق شوند، همی خودتان ازاره هستین، قومی ازاره تان بخیزند، دبین تان ازاره ها نفر ایتو جوانای هستند، ایتو متفکرای هستند، همی حالی در مردم عام بخیزند، پشت ازور بگیرند، یک جای شوند، یک دست شوند، علی طالب، علی اعمال طالب که علی اسلام و علی وطن و علی ملت تست، بخیزند، یک جای شوند، استاد شوند، ایتو خونه است که با تامی رهبرای فروخته شدی غلامی معتل شویم که یا بیاین و باز ما پشت ازوا شویم و پیش شون و ما برای ما وطن آزاد کنه. هیچ وقت نه، و دوز بودن و غدار بودن و ما خدا و راستی برد بگویم که دین روز ما می ویدیوی پنشیر دیدیم، مردم از زیاد گشنگی رشقه می خوردن. تو چی فکر میکنی؟ ده یک پنشیر تقریبا به هزارها میلیونر ما برد پیدا میکنم، به هزارها، به صدها هم نه، به هزارها میلیونر ما پیدا میکنم، اما مردم عامتان رشقه میخور از گشنگی. هیچ خدمتی، هیچ رهبر برای هیچ کسی خدمت، به هیچ قوم خدمت نکده. قوم رهبرای فروخته شده ای که هستن پشت از واره ایلا کنین، خودتان متحد و متفق شن. یک هزارها نفر همیال ما در لایف میبینم، خدا و راستی دلیم جمع میشه که میبینم که بین برادرای هزاری این تو متفکرای هستن، پشت از وی استاد شوین، یک جمع شوین، یک دست شوین، علی امی اشغال که سرتان قایم شده، سرتان آمده، علی از یا بجنگین. و یک چیز دیگر هم اشاره میکنم که از تاریخ گذشته ها اگر ما و شما چی کنیم، تکرارن اگر یادواری کنیم، فکر نکنم که مفید باشه. در این حالتی که امیالی هستیم کوشش کنین که در می حالتی که هستین، در می حالت باید سری از این حالت باید بحث کنیم. تشکر امان بیادر که وقت دادین. سلامت بسید، خیر بسید، جرم جرم شرم لست هست دوائی ما بیام جوانده بسید. کین مربانی کنین بفرمایین دوست عزیز. سلام علیکم به کل دوستا، به کل بیننده ها سلام برسن. علیکم سلام، خوش آمدید. زود از سیحت من قراری چی حال داره؟ سلامت باش عزیز. بسیار گپای خوب زد برادر ما، بسیار گپای نیک زد امان جان. دقیقا نمی رای حال که تنها رای حالی که پیش رو ما و شما دارم اتحاد ماست. ببین دشمن سعی میکنه امان جان ما و شما را بین خود پرتاز، بین خود ما و شما را میندازه. امروز دشمن ما و شما طالب است، کشور ما و شما را اشغال کرده، ما را کشورهای بیگانه بازیش دست خود جور کرده و از هر طریق که میتونه ما و شما را در بین خود در جنگ میندازه و از ما و خود میکنه و مایی میگیره و سعی کنه که به خاطر چهار تا لوچک که میاد در مجازی، در داخل تیک تاک، در اگرابر میکنه، در این قوم تاوین میکنه، در او قوم تاوین میکنه، اینا کلکش دشمنای ما و شماست.
ما خودم همونجا 7 سال خدمت کردیم در وطن، یعنی می وطن که سقوط کردم 1.5 سال است که نه در جرمنی آمدیم، 1.5 سال است که نه بیادر ما بیخی افسردگی دیم اروپا گفته که سر افسوس میکنم که امروز آواره هستم در کشور مردم. حدیث چی حدیث اینمی ناتفاقی ما بخاطر اینمی ما و شما نگویم که تاجیک هستیم، نگویم که ما هزاره هستیم، نگویم ما پشتون هستیم. هر که دشمن ما و شما دیگه معلوم دار است که دشمن اصلی ما و شما کسی که در قدیما 20 سال پیش که مثلا تاجیک هزاره یا هر که بین خود مشکل داشت و 20 سال پیش بود، بیاین همی حال اگه اتحاد شوین، یک دست شوین، وطن خدا آزاد کنین، ملت تان بیادر در چی وضع است، در چی روز است و چه ظلمی که سر ملت ما و شما نمیشه، تمام خانمای افغانستان تحصیل مانده، حدیث چی حدیث نمی ناتفاقی. ما و شما کوشش کنیم که دست دست یکی دیگه بتیم، بیادر ام پرچمه که ما پرچم ملیش کلگ دنمو احترام داره، کلگ هر که دویت خود احترام داره، اونا منو بگیرین چای کنین، نظر را طریق میتونین صدایتون را بلند کنین، در راه حل مشکل پیدا کنین. چه نمیجا دمی لایف شاید 1500 نفر میه، یعنی تو کلگ دی اتحاد باشین، یعنی که یک نفر بیا به تاجیک تامین کنه، یک نفر بیا به هزاره تامین کنه، به این تامین کنه، راه حل نیست. باید کلی ما و شما هم دست باشیم، کلی یکی دیگه پشت خود استاد شویم. انشالله بخیر، سلامت و بخیر باشین. انشالله فکر خوب گفته دیگه، کوشش کنه که همه اتحاد باشیم، پیسر یکی دیگه باشیم، انشالله بتانیم که تا این کشور خود عدس ظالمین نجات بتیم. انشالله بخیر، سلامت باشی کینگ عزیز. اکرام عزیز بفرمایید. اکرام مهربانی کنه. اکرام زنده باشی آقا. من عرض سلام و ادب خدمت شما و برادرایی که در لایف حضور دارن و کسایی که در پایان سوال شما همی گفت خیلی دوستان میزنم، آیا طالب ها افغانستان اشغال کردن؟ یک دقیقه میخوایم اول همی ما یک وضعات در باره همی صحبت های دو تا برادر که آمد کرد خوالیش که چهار آسیایی که بود که امو تخلصش علم بود، اون خب معلوم داره چهار آسیایی ها کلشان بازمانده های از منطقه نگو، منطقه خواهشان تاوین تعیین نکردیم که بازمانده های گروهی نکمتی ها را سفتیم. سوال مستقیم ما نگفتیم، خب ما گفتیم که ما برادر آقای علا آقای چیز ما از تخلصش ما منطقیش رو میگیم که از کجا هست. نه منطقیش رو نگم، خب باشه بسورت با ای از بازمانده های گلبودی نکمتی ها بود، نکمتی ها دشمن افغانستان بود، گلبودی نکمتی ها کمال خلاص دادالمان خانش است، بادیگارگاهش است، مسلحش است. خب ما بردیم خب یه اینمی بله حالا که بگی عبدالعبدالان در افغانستان چیشته و کرزه هم است که بر میلون ها بردارات حالا افغانستان اشغال کردن. آقای میمونی آقای امان که من صحبت میکنم یا نه؟ ما همیره میگم اول همی خود چی سر پایان اگه میگی ما برم پایان خب ما اول خمی وضعات خدا بتم شما ببیدی گفتن خونه ایمونی مرا خب بریدی گفتن نیونین. خب اولا این برادرها رو میخوام جوابات رو بتون یادم میره. همین کی هستی که جواب داشت؟ خب گوی طالب هستی، خودی طالب هستی، کی هستی تو نیستی؟ از ما از ما بدتر پس گپای طرز افسر بگو، گپت نفهمیدم اثر بگو. طالب ها افغانستان اشغال کردن؟ خب نه نه پیشتر چی گفتی؟ طالب هستی، گوی طالب هستی گفتی؟ نه نه گفتم تو سخنگوی طالب هستی، خودی طالب هستی، هیچ چیز نیست. نه برادر، نه آقای امانیان ببخشید من خیلی اشتباه شنیدم. ما و شما که میاییم اینجا صحبت میکنیم کل ما و شما شخصا از چه از طرف خود صحبت میکنیم، نه از طرف قوم، نه از طرف گروه، نه از هر کس از طرف مفکوری خود صحبت میکنه. ما اولا برای برادر برای میگم که برادر گفت که بیاین کل ازارا و پشتون من تو توان میکنم ما چی میگم تو چی میگم عزیز دل خفا نشی. من نمیست دیگه کسا هستم خدای نخواسته سرطورش همده کنم سرطور کنم گرد بزنم همین کل دنیا را اصلاح ساخته آدم میتونه ولی مفکوری تو را سخت است. خودت هم چند سال هستم میشناسم، تو هم مرا میشناسی. کوشش کو، تلاش کو، به ایمان یک انسان، به ایمان یک مسلمان هر آن چیزی که حق است پشتبان حق باش، زحمت میکشی. درست است آقای من، اجازه بده ما صحبت کنیم. یک لحظه گپ ما گوش کو خیر، به ایمان یک برادر کوچیک کوشش کو، تلاش کو، در هر لایف میری، در هر برنامه میری، با جدیت، با دروغ، با چرن نرو. به خاطر از اینکه ما و شما اگر واقعا مسلمان هستیم، الحمدلله اگر انسان هستیم، فردای روز مردن داریم. پیش خدا چی میگی؟ چرا گردن خود بسته میکنی؟ اگر من تو رو میشناسم، آدمی خوب هستی، آدمی پرصبر و تحمل هستی، ولی یعنی کارهایی که میکنی به نظر من به نفع خود مثلا نیست. چی کارا خب نال مثال بده. ما خود کار نکردیم، غیر از صحبت کردن کار دیگه نکردیم که چند وقت است من میشناسم تو را در اروپا در دنیای غرب زندگی میکنی و ناق ناق
از یک مثال نمینه مثال، اما لعکس ملا یعقوب منده من میگم طالب ها افغانستان اشغال کرده، یک سوال بسیار آسان، تو اصلا گپ نمیزنی میری سر گپ دیگران. اگر چند سوال دیگه مثلا خب فکر کو، فکر کو اشغال کرده آقای امان، من که خودت هم میشناسم، خود تو چند بار است که تاو خوردی، یک دفعه طالب شدی، یک دفعه با مزاری شدی، یک دفعه شورای نزار شدی، خیلال خودت می خواهد خوب بیادر سر در گریبان خودت بکو. من خود فیلن دو سال است که یک عکس موندیم، یک جنبه دارم، یک جبه دارم، من خود تغییر نکدیم. باش دکتر سی فروتن نه دکتر سی بپان تو یک دقیقه اجازه بده، من میشه گپ ما بزنم، ما اولا بیادرای گفت که بیاین دست یک جای یک بگید نه تا آقای مامان لطفا نمی گپ ما بزنم، من چرا زیاد ندارم سوال من طالب ها نه خب بله اشغال کرده، گوش کن خب اشغال کرده آقای امان میگه یک روز آقای امان یک دقیقه می گپ ما بزنم، آقای امان میگه یک روز چند تا موش یک وقتی که اشغال کرده تو انسان نجیس، انسان کثیف، چرا می آیی عکس یک اشغالگر میمونی در پروفایل تو کل منافق؟ ما خب می فهمم که تو امی رودی تو کج است، دان تو هم کج است، امی خانواده تو کج است. ما خب تو رو می شناسم. میگم طالب وطن اشغال کرده، میگه بله اشغال کرده. بعد پدر لعنت، بعد پدر از شیر لعنت که تو خوردی سرت هم کل شده، بازم میای از یک اشغالگر حمایت میکنی، با تصویر از اون میزنی، باز میای چرند و پرند میگی. وطنم خراسان ببخشید، مهربانی کنید بفرمایید. سلام مجدد، سلام عرض ادب. پیشترم مرا از لاش بگیم انداختی، نمیفهمم چرا. به نظرم جای نبود یا چی رقم، خوب ببخشید، مهربانی کنید. نه با جانی بس داشتیم ما را انداختی، او وقتی که در لایف بالای گپای ما تاخت ایچی، ولی ما خیر باشه. گپ من ای است که اینمی برادرها که میان گپ میزنن و دفاع میکنن، یک وقت در افغانستان که بود تمی یک تعداد میامدن میگفتن زنها باید با جامعه منحل شوه و زنها باید وارد جامعه شوه، این گپ به زنهای دیگر منافق. باز می آمدن به زنای دیگه مردم تشویق میکنن که بیاین شما به جامعه منحل شدید، وقتی که خودشان می دیدی خانمان خود در خانه قلف کردن. حالا اونمو دوستای ما مکتیداد اینجا از لابیگارای طالب هستن، اونمو طالب مردم بیچاره را در زندان طالب میخواین، خودشان در اروپا از آب هوا اینجا تنفس میکنن، باز حمایت هم میکنن، باز میگن گل و گلزار است. برادر من پیامم به مو آدم است که اگر پیشتر در صحبت های قاریسا که آمده گوش کردی خودید بودی در اونجا؟ نه من را پایین انداختیم بخی از بلاک شد اومد به بیتار فکر پس آمده گوش کردیم. قاریسا پیشتر اینجا آمد یک گفت گفت که ما نباید صحبت هایی بکنیم که جبهه مخالف یا جبهه که بالای مردم افغانستان ظلم میکنه اونا را با صحبت های خود، با گپ های خود، با مفکوره خود اونا رو تقویت کنیم، یعنی بیشتر کنیم. یعنی هدفش چی هست؟ خدای نخواسته اگر کسی بیاید طالب هم قوم همی پشتون رب به طالب بیده و دو بیزنه تبوین کنه، این خود به خود اوتومات بیشتر میشه، جبهه طالب بیشتر میشه. یعنی میکل همی کلی که ما پایین انداخت مکسی ملای خوبت مرده بود، یعنی می آدم سواد قیدر می چپ نداره، منطق قیدر می چپ نداره. برادر بس کنید در دوزرات شد یک دقیقه، من رو خوب بیره میشناسم، از پدر از این که من رو خوب میشناسم، یعنی رقم آدم ها که یک رقم بس بکنن درست نیست. آلی هم بخنداری گلم وطنم خراسان بچه هوشیار هستی، خدا تو را عمر بیتا، انشالله که موفق باشی. صحبت ها و گپایی که ما و شما فعلا در شرایط کنونی داریم، هر ملتی هر جامعه رنج میبره از همین وضعیت، از همین وضعیت احساس مسئولیت میکنه، درد دیده، باید ما و شما صحبت ها و گپ هایی بکنیم که خودی بیشتر صحبت کنید، بسیار گپ خوب زنید، بسیار گپ های خوب میزنید، نظری تو نظری عالی هستن، با این رقم مفکور ها میشه که آدم بیشتر نزدیک شده و بیشتر میشه که صحبت کنه و یک راه حل برای فردای خود ما و شما جویا شده. مهربانی کنید صحبت خیلی دامه بکنید. دیگه یک دوست دیگه ما گفته تاجیکا 40% هستن و قوم دوم هستن. ما میگم برادر تاجیکا
80% هم قوم اولن، تاجیکا یا 1% هم قوم آخرن. چی فایده میکنه؟ یعنی میگه به حال تاجیکا، یا تاجیکا کدام دوره حکومت کردن، یعنی میبینیم تاجیکا چی فایده دارن. گپ ما با مو دوست ماسته که برادر آمارگیری مشخص نشده. آمارگیری مشخص نشده. بله. معلوم نیست، چون در افغانستان حاکمیت ملی و حاکمیتی که نمایندگی از تمام مردم بکنه و حاکمیتی که تمثیل اراده ملی را بکنه وجود نداشته. اگر آمارگیری هم بوده، اگر کدام تاجک آمارگیری کرده به نفع خود کرده و یا کس دیگر هم آمارگیری کرده به نفع خود کرده. هر گاهی که یک نظام عادل و صالح آمد در افغانستان حاکم شد، آمارگیری که تاجک قوم دوم دانست، باز ما میگم قوم دوم. ما من ایسا یک تاجک نه قوم دوم هستم، نه قوم اول، نه قوم آخر. ما با دمی گروپ سکبازا چی گفتنی داره؟ همین محفوظ سکباز و گروپ سکبازا یک تفرقه منداده داری روزا. ما خو قبلا هم گفتیم، حالا ما هزار نور چشم ماست، با هزارها هیچ مشکل نداریم. هر تاجیکی که هزارها را توهین میکنه او دشمن تاجیک هست. برادر ما امروز گفتم در مورد ازی که آمارگیری صورت بگیره، آمارگیری صورت نگرفته، اون نفر اشتباه کرده. او هر وقتی که یک مواد را یک بوتل را بالا میکنه یک چیز صحبت میکنه و او هیچ ربطی به مردم ما نداره. دقیقاً تشکر. من بیشتر صحبت نمیکنم. بخیر، صدای روزبان بیار مهربانی کنید بفرمایید. دو یک کر منافق که فروتن است در پایین است، یک گروه سگبازا که رهبرش محفوظ است در پایین است. خواب در سر هر دوی تان شود. یعنی وطنم خراسان که پایش یاد بگر. باید شما پیجای خود را حذف کنین. چند وقت گپایی که وطنم خراسان میزنه که جوان هوشیار، جوان بیدار است، از این یاد بگیرین باز لایف بگیرین. به خاطر از این که وطنم خراسان میگه ظلم و جنایتی که فعلا هر دره که ما داریم، در دره که ملت دارن، باید سر از این صحبت شد. هر کسی که شوراندازی میکنه، هر کسی که دو میزنه، توهین میکنه، باید بانا دیر گپش گوش کنه. رهبر سگبازا یاد بگیرین. کل منافق، نجیس، مرتد، ازاد پس دعویت خود برگرده. فروتن کل نجس. صدای روزگان بفرمایید. مهربانی کنم. تو زنده و بخیر و سلامت باشی. ما هم صحبت آخریم را میکنم. هموطنان نازنین، مخصوصا بچه های آتی نازنین، هر کسی که ما یک چیز را شما باید بدانین، او حرفی است. اگر کسی دیدن که در غرب نشسته، مخصوصا تاک و آمد گفت، حرف از اسلام زد، حرف از طالب زد، اونمو حرف را صادقانه میگم، شما احساس بکنین که طرف لوبیا زیاد خورده مثل باد شکم بگیرین. چون او کسی که پابندی به اسلام داشته باشه، پابندی به انسانیت داشته باشه، اول خلابی از طالب نمیشه به هیچ عنوان. چون طالبی که خودش را ولی و نماینده و خودش را امیر المؤمنین مسلمین خطاب میکنه، در هیچ کجای از شریعت اسلام و در هیچ کجای از قرآن و در هیچ کجای از احادیث معتبر روایت نداریم که زن را از حق انسانیش محروم بکنه. علم و درس و سواد را پیشکش. شما امروز نیمی از کتله از او سرزمین که زن است، مادر است، خواهر است، زنی که کانون خانواده است، قلب خانواده است، موتور خانواده است، حاصلیت خانواده است، هستی و نیستی است، زن در میان از حقوق انسانی، از حقوق قواریش محروم میکنم. پس من فکر میکنم هر کسی که بیایه به بهانه و به عنوان امروز در غرب نشسته و خودش را عامی یا طرفدار طالب خطاب بکنه و بگه ما به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک اسلام یا به عنوان یک انسانی که خواستار یک دولت اسلامی هستم از طالب حمایت میکنم، به نظر من اونم حرف را شما مثل کسایی که لوبیا زیاد خورده اونم قسم حسابش بکنین. دیگه من حرف بیشتر از این ندارم. امان نازنین، من صرف گفتم دلیلی که من بیشتر آمدم بالا
امو بود که ما بیم امیجا برم و یکی یک دو سه نفره بود که خودتان نامش را گرفتیم، من نامش را اینجا نمیگم. اونا دمی چند روز بسیار زیاد سرمی کلمات مسکین و مظلوم نمایی و امثالی بسیار مانور میدادن. ما وظیفه خود دانستم که به عنوان یک انسان بی‌طرف بیم امیجا مسکین را و مظلوم از لحاظ تاریخی بیم برای از اونا در اون سرزمین یک تشریح بتم و برشان بگویم که انسان امروزی، انسان با خرد، انسان با منطق مظلوم را این گونه میبینه. دیگه که ما خود مطمئن هستم که اونا جواب ندارن، فقط فرار کردن و رفتن چون که استدلال نداشتن، منطق نداشتن. ای که بیاییم در قبال اقوام گپ بزنم، ما در قبال هیچ قوم صحبت به خصوص ندارم، چون بخاطر از ای که به عنوان یک کسی که پیرو مکتب خط فکری استاد شهید مزاری هستم، ما دشمنی اقوام را در افغانستان یک فاجعه میدونم و همون قسمی که رهبرم، پیشگاهیم و پیشوای مقاومت و نهضت مردم مهمی در امی امر معتقد بود و باورمند بود. من به می دلیل خواستار از این نیستم که امروز بهم جوان هزاره. دوستان خوشان زنگ نده. طرفدار از این نیستم، طرفدار این نیستم که جوان هزاره بیای بدون مسئولیت در میدیا صحبت بکنه. بدون مسئولیت به در میدیا صحبت بکنه. بالاخره ما هر کدام ما که میایم به عنوان یک انسان صحبت هایی میکنیم، باید صحبت ما رسالتمند باشه، صحبت ما استوار بر منطق باشه، صحبت ما مسئولیت پذیر. به می دلیل خوش ندارم بهم صحبت های واهی را بکنم و همین قسم. ما از کسانی که به اصطلاح در طرف دیگه خواهان مقاومت هستند، خواهان ادامه مقاومت هستند، از اینا پیام معمی است، خواهش معمی است که شما اگر طرفدار جبهه مقاومت هستین و اگر دوست دارین که نهال نوپای مقاومت در افغانستان ریشه بگیره، با مسئولیت برخورد بکنین، با مسئولیت برخورد بکنین و با مسئولیت صحبت بکنین. از غرور و تکبر بیجا پرهیز بکنین، چون غرور کاذب انسان را پایین میزنه. اینم قدر میخواستم امون نازنین. بخیر سلامت باشی. زنده باشی. قربانت. خب وطندارای عزیز، دوستای عزیز، من خلوصان من ببخشی که من کار پیش آمده دیگه لایف قطع میکنم. تشکر و سلامت دوستا و وطندارا عزیزی که تا این دم ما را تحمل کردین. انشالله که جور باشین، سربلند باشین، موفق باشید. صحبتهایی بود، گپایی بود، زدیم، تمام شد، خلاص شد، رفت. سلام سلام یاری سب، خوش آمدین، احترامات برسن. مانده نباشید ترغل هزاره، تو یک دن انگوشتر زمرود از ما قصدار هستی. اگر انگوشتر رو نگرفتی عکس تا چاپ میکنم پیش سر خود. ما که اصلا همی قدر دیر لایف آمدیم، بعض یا کس خیلی خوش میاد اگر عکس رو پیش سر خود میمانه باز لایف میان گپ میزن. من همی عکس ماندن اصلا درست نیستم. خودی اگر چیزی داری بی دور از عکس بیا گپ بزن، صحبت کن، هر چیزی که میگی بیا گپ بزن. قربان دمان جان، سلامت باشی یاری سیب، بخیر باشی کربلایی قمندان. درغالا گفتم دیگه، توجیه هستی دیگه، چهرشم.